برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. روز گذشته مصادف با 20 صفرالاحزان 1446 قمری، 4 شهریور ماه 1403 به مناسبت 40 حضرت سید شهدا علیه السلام، بیت آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی در شهر مقدس قم شاهد مراسم عزاداری بود. در این روز عزاداران حسینی در بیت مرجعیت و فقاهت گرد هم آمدند تا در کنار آیت الله العظما شیرازی در 40 روز از عزای سرور جوانان بهشت این روز را با عزاداری و نوحه سرایی گرامی بدارند. گفتنی است این مراسم با حضور علمای اعلام و سایر شخصیت‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی و عموم مردم مؤمن عزادار همراه بود و سخنرانان این مراسم گوشه هایی از مصائب حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام را برای حاضران بازگو کردند. استاندار نجف اشرف از مشارکت بیش از 12 میلیون زائر در زیارت اربعین در این استان خبر داد. یوسف مکی استاندار نجف اشرف طی اظهاراتی اعلام کرد بیش از 12 میلیون زائر در زیارت اربعین در این استان شرکت کردند. وی همچنین از موفقیت آمیز بودن طرح زیارت اربعین در سال 1446 هجری قمری خبر داد. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما گفته که فرمان طالبان مبنی بر ممنوعیت شنیدن صدا و دیدن چهره زنان در انظار عمومی چشم‌انداز ناراحت کننده ای را درباره آینده افغانستان به تصویر می کشد. گروه طالبان چهارشنبه گذشته اولین مجموعه قوانین را با موضوع امر به معروف و نهی از منکر منتشر کرد که الزامی به پنهان کردن چهره، بدن و صدای زنان در خارج از خانه بخشی از آن است. این اقدام طالبان از سوی کانادا، ژاپن، استرالیا، بریتانیا، آلمان، سازمان ملل و چندین نهاد حقوق بشری جهانی محکوم شده است. مسجد اعظم الجزیره از قدیمی ترین مساجد ساخته شده در دوره مرابطین است که تاریخ ساخت آن به قرن 5 هجری برمی‌گردد. مسجد اعظم الجزیره از قدیمی ترین مساجد ساخته شده در الجزایر به نام‌های دیگری همچون مسجد العتیق یا مسجد جامع نیز خوانده می‌شود. به طوری که گفته می‌شود این مسجد پس از مسجد سیدی عقبه در استان بسکره قدیمی ترین مسجد در الجزایر است و در کنار مسجد اعظم در تلمسان و مسجد جامع در ندرومه از آثار باقی مانده از حکومت مرابطین است. یک آژانس بین المللی می گوید در تازه ترین فاجعه رخ داده در مسیر مهاجران آفریقایی دست کم 13 نفر بر اثر غرق شدن یک قایق در ساحل تعز در جنوب یمن جان خود را از دست دادند. سازمان بین المللی مهاجرت یک شنبه 4 شهریور اعلام کرد که این حادثه علاوه بر کشته شدگان 14 مفقود نیز بر جای گذاشته است. این سازمان اعلام کرد که این قایق حامل 25 مهاجر اتیوپیایی و 2 تبعه یمن بوده است.